سلام وقت بخیر خدمت همه عزیزان خوب برنامه اکسیژن. بازم خوشحال هستم که من دکتر خالد فاروقی با یکی دیگر از برنامه‌های اکسیژن در فصل جدید در خدمت شما قرار دارم و امید می‌کنم که هفته که گذشت با سعادتمندی کاملا همه خوبان گذشته باشه. چه خوب است عزیزان خوب برنامه اکسیژن که با داشته‌های برنامه امروزی اکسیژن یکجا بریم و آشنا شویم. عزیزان خوب برنامه اکسیژن در بحث این هفته خواستیم روی موضوع بسیار جالب و اساسی سکته های مغزی چیست و چگونه ایجاد میشه و یا اینکه استروک هم میگنش. سکته های مغزی در کدام سن سال بیشتر میتونه یک شخص هم اصاب بسازه، بیشتر نزد کدام جنس زیادتر است و اینکه آیا رژیم غذایی مناسب سرش تأثیری داره، یعنی پرخوری ها و یا چاقی چه تأثیرات را در ایجاد سکته های مغزی داره البته، و به می ترتیب رفته رفته چگونه تشخیص بکنیم و تداوی سکته های مغزی چیست و چطور بتونیم که استروک وقایه و یا جلوگیری کنیم که برای بحث بیشتری موضوع البته مهمان برنامه را با خود داریم که متخصص برنامه بحث بیشتر با اونا دنبال میکنیم. از آن خوب برنامه اکسیژن قسمی که در آغاز برنامه هم براتون یادآور شدم که موضوع اساسی برنامه امروزی ما را البته استروک یا سکته های مغزی تشکیل میده که برای بحث بیشتر این موضوع در برنامه هفته ما جناب دکتر پروفسور محمد نادرعالمی شف و ترینر متخصص سرویس صحت روان در شفاخانه حوزوی و آموزشی ابوعلی سینای بلخی در مزار شریف هستند که جناب دکتر صبح در برنامه خوش آمدید میگم دانا خواست و سوال از قسم آغاز میکنیم که قسمی که دکتر صبح خودشان میفهمن آگاهی دارن که استروک به نام واژه‌ای که دری با داشته باشیم سکته های مغزی است، اما همگی با سکته مغزی آگاهی ندارن که خود سکته مغزی به مفهوم چی و چی وقت یک شخص دامنگیریش میشه و این اتفاق میفته. به جواب سوال شما که سکته های مغزی چیست، باید بگویم که سکته های مغزی را به قسمی تعریف میکنن که عبارت از حالت است که در مغز جریان خون یا کاهش میفته و یا بندش پیدا میکنه، خون نمیرسه، در سر زمین نرسیدن خون که مواد غذایی لازمه رو برای مغز میرسانه و عوار میرسانه، تغییرات در وظایفش به وجود میاد. اینمی عبارت سکته مغزی است. ولی که سکته مغزی چه قسم ما میفهمیمش که سکته مغزی است و عواملش چی است، اینه به ایجاد شما در رابطه با عوامل شما گفتین که اسباب عمدهش چی بوده میتونه؟ کدام فاکتورها در ایجاد سکته های مغزی در زندگی رول داره؟ یا خودتان گفتن که عوامل سببیش چی بوده میتونه؟ به ایجاد شما میخوایم که اصلا ارزش هزینه یاد کنیم به ایجاد شما با یک دقیقه که چرا سکته های مغزی شد؟ سکته های مغزی بدبختانه سالانه در حدود 15 تا 17 میلیون انسان در کره ارض مصاب میشه. بله. 15 تا 17 میلیون و از این 15 تا 17 میلیون معنایش است که در هر 40 ثانیه یک نفر در کره ارض مصاب میشه و در هر 4 دقیقه یک نفر بدبختانه از سر از این میمونه. در بعضی کشورها دومین عامل مرگ و میر، در بعضی کشورها سومین و در بعضی جا پنجمین عامل مرگ و میر امراض در دنیا تشکیل میده. ارزشش از این خاطر زیاد است. خوشبختانه سکته های مغزی قابل پیشگیری است. تقریبا 80% مریضی ها مرض سکته مغزی اگر بتانه پیشگیری کنن این قابل جلوگیری است. حالا میایم بعد از اینکه چه عوامل سبب میشه، در فاکتورهایی که شامل از این میسازن که چی چطور باعث میشه، سه فاکتور یا سه عامل است که به اختیار خود انسان ها نیست. از اون جمله جنسیت است. جنسیت بدبختانه مردا را زیادتر میگیره. مرد بودن خودش یک خطر است به اختیار ما نیست. دوم سن است که سن مردا 55 باشه و از خانم ها 65 10 سال بدتر می باشه. در پالوش نژاد هم است. این سه فاکتور است که مردا و سن 55 و نژاد سیاه زیاد به خطر مواجه است. بله. این به اختیار انسان نیست. بله. ولی فاکتورهای دیگه که قابل جلوگیری است است که مریضایی که تکلیف قلبی داشته باشن، بی‌نظمی‌های قلبی داشته باشن، کسایی که تکلیف شکر دارن، مرض شکر دارن، تکلیف چربی خون دارن، چاقی دارن، در پالوی از تنباکو دود میکنن، استعمال تنباکو و یک تعداد کسایی دیگه در کشورهای مختلف که الکل مصرف میکنن. بله. یا
چاقی برای خانم ها استفاده از دوای ضد حاملگی که جلوگیری از حمل بکنن یا همیش فاکتورهای است که باعث سکته مغزی. از نظر شما وقتی یک شخص مصاب به یافت میشه یا سکته مغزی میکنه یا اینکه استروک داره با کدام عراض علائم مشخص میشه که شخص سکته مغزی کرده یا در خانه یا در جایی که باشه شکایت عمدیش چی بوده میتونه چی نراحتی پیشش اتفاق مفته؟ بسیار ساده است در تشخیصش شناخت ما چه قسم تشخیص کنیم و شک کنیم سریزی بسیار راست است. حالا در سال 1998 یعنی 20 سال پیش تقریبا 21 سال پیش ارگانای سی دنیا به این فیصله رسیدن که اگر پیش نفر ما شک میکنیم که سکته مغزی داره چهار چیز مد نظر میگیریم. رویش میبینیم که رویش آیا متناظر است، همسویه است، ابروها به جای خود است، خطایی که در بین دو طرف لب است یا به جای خود است یا روی کشال شده، ایرم میبینیم. دوم گپی که میبینیم میگیم دستایت یا پایت بالا کو. اگر دستای خود هر دوش همزمان بالا کرد تانست و حرکت داد میبینیم که تفاوتی نبود، میگیم که این نوع کرختی یا سستی یا بیالی وجود نداره. بعد از پای شما میقسم. سوم چیزی که میگین امرش سخن میگیم، گپ میزنیم. اگر گپا را مثل ما و شما تانست به سرعت بگویه، جدا جدا بگویه و مشکل نداشت و اگر متوجه شیم که زبانش لقنت میکنه و به درشتی کلمات از دعا کرده میتونه چسبیده چسبیده گپ میزنه، این نشان میده که یک آفت داره. و وقتی که می سه چیز دیدیم متوجه میشیم که خوار ما یا برادر ما این مریض است و این مریض فکر میکنم سکته مغزی داره. گنسی و گیچی هم میتونه از سرچرخی ها میتونه از جمله نشانه هایش باشه، ولی طرز امی عملی که گفتیم که میگیم که روش طرف سلی میکنیم و امرایش دستایش بالا میکنیم پایین میکنیم میگیم میشه این بایمی شناخته میشه، ولی تثبیتش که تشخیص قطعی رو واضح کنه توسط اجرای کلیشه‌های ایکس ری است که اون جمله سی تی اسکن است و ام آر آی است که خوشبختانه در مزار شریف ما امکانات تثبیت کننده اش داریم. توسط کدام راه ها یعنی بهترتر میتونیم تشخیصش بتیم؟ گفتن که ام آر آی، سی تی اسکن، عدوش سی تی اسکن آسان ترینش است، خوبتر است، ارزان تر است و با سرعت پیش میشه و نشان میده برای ما این خوبیش در کجاست که ما در تداوی با جرأت میکنیم و اقدام میکنیم. تداوی رو وقتی میگیریم که سی تی اسکن که میشه ما ببینیم که این از سبب خونریزی بوده یا بندش رگا بوده اون کبرسی خون تفاوت میکنه تداویش. در رابطه با این که چگونه میتونیم از در رابطه بدانیم که کدام نوع استروک یک شخص داره، مصاب کدام نوع استروک است، یا در رابطه با نوعش بگین که چند نوع استروک یا سکته های مغزی وجود داره و خطرناکترین و نوعی که میتونه تهدید کننده حیات باشه کدام نوعش است؟ سکته های مغزی رو به صورت کل به دو بخش تقسیم میکنه. یکی کمرسی خون که بنام اسکمیک یادش میکنه و این تقریبا 70-80% سکته های مغزی رو به صورت عموم تشکیل میده. در حالی که شکل دیگه که وخیم است از سبب خونریزی ها میبوش سکتای خونریزی دهنده است که خوندهنده که به نام هموراژی یادش میکنم و این 15-20% سکتا ها را تشکیل داده. خطرناکترش هم یقینا از خونریزیش است، نوی که خونریزی داشته باشه، رگا پاره شده باشه، خون فوران کنه در مغز، در داخل مغز بره، این فوق العاده خطرناک. در رابطه با خود شما رژیم غذایی هم گفتن اگر خوبتر واضح تر بسازن که کسانی که مصاب به سکته مغزی یا استروک هستن یک رژیم غذایی خاص مناسب تر باید پیش خود داشته باشن یا اینکه هر کس هر غذایی که میخوره اونا هم مثلا سرسخان در فامیل های ما یک ذره معمول تر است، چیزای چرب قابلی چیزایی میخورن که همیشه یک ذره باعث صحتشان نمیباشه، اما پریزانه ما نداریم ولی ما لیست میگیم که تنظیم رژیم غذایی باید منظم داشته باشن یا خیر؟ بسیار زیاد ضرور است برای اینکه اما مطالبی که یاد کردیم که مرض شکر است، مرض فشار خون است، چاقی است و چربی خون یا همش دلایل داریم که برش مواد غذایی خاص سبب میشه که یارو تشدید کنه. از اون خاطر وقتی که با این مریضا می باید طرز زندگی خود تغییر بدن، طرز زندگی به این معنا که هم غذای خود زیادتر شامل بسازن به مواد سبزیجات
سبزی ها رو باید بخورن، انواع مختلف سبزی ها، میوه ها بخورن، از او زیاد استفاده کنن، کمتر از گوشت سرخ استفاده کنن که گوشت گوسفند و بزوگاو یا باوجی که سرخی ها چرب بسن نخورن، گوشت سفید مثل گوشت سینه مرغ بخورن بدون پوستش، گوشت ماهی مصرف کنن و گوشت گوساله. این از گوشت ها امی. روغنایی که میخورن باید روغنای آبگین باشه، ماهی باشه. خوب ترینش امی روغنای کنجد، زغر، پنبه دانه، جواری، افتاپرست از یه هست. و اگر کسایی میتونن که قدرت خریدش داره میشه که روغن جواری و زیتون و امثال هم استفاده کنن. باید کلن در پالوی غذا دکتر صاحب این ضرور است که مریض باید قدرت تحرکت خود را داشته قدم بزنه روزانه نیم ساعت حداقل هر کدام ما رو برای ما لازم است که نیم ساعت صبحانه یا عصر قدم بزنیم. همین قدم زدن ساده هم که در نظر ما نمه ولی بسیار زیاد تاثیر خوبی داره برای صحت و سلامتی ما و به خاطر جلوگیری از سرطان. بسیار خوب. قدم زدن یکی از روش های بسیار خوبی جلوگیری از سکته های مرزی بوده میتونه هست. چاقی و همه گپا. بله دقیقا. بهترین تداوی برای کسایی که سکته مغزی دارن یا ای که استروک دارن چی است و چی کارهایی را باید انجام بده و یک دکتر موظف باید برای کسایی که سکته مغزی میکنه چی کارهایی را باید انجام بده؟ بسیار خوب. در قسمت تداویش پیشتر یاد کردیم که اولین نگاهی که میکنیم به مریض میبینیم که رویش کج شده نشده، رویش کشال شده نشده طرف و ایره گفتیم، زبانش رو گفتیم، دستاش رو گفتیم. این نقطه مهمی که از در قسمت تداوی امی وقت است. وقت باید ما دیگه از دست نتیم. دکتر که میبینه که این نفر به این شکل است یا خانواده محترمش میبینه که از عزیز خانوادهشون به این مصاب میشه، عاجل باید به مرکز سی مراجعه کنه. این مرکز سی کارایش هم میکنه. آله خوشبختانه قسمی که عرض کردم در مزار شریف سی تی اسکن است که زود تثبیت میکنه برای ما که این خونریزی داره و یا کمرسی خون. باز واسه زود دکتر دیگه تداویش میکنه. ما آرزوی ما اینه که هر چی عاجل رسانده شه و وقت از دست ندن، هر چقدر ثانیه ها و دقایق در اوج ارزش طلایی داره. همین 3 ساعت اول ارزش طلایی داره که سرنوشتش بسیار خوب معصر است. بعد از زود تداویش دکتر تعیین میکنه. اگر میبینه که اگر کمرسی خون بود و خون نرسیده بود، اونجا خیالایی که برای کلیشه برای ثابت میشه برای دکتر میفهمه، باز دوای بسیار ساده آسپرین. آسپرینی که در نظر مردم نمیامه دو جوش یک وقت اینو میتن که خون رقیق نگاه خون رقیق نگاه و از تشکل لخت های دیگه جلوگیری شه. یا در صورتی که ضرورت باشه ما دوایی میتیم که جریان خون مغز خوب بسازه. بعضی دوایی در بازار که ما میتونیم از او یا به طریق امپول یا به شکل قطره یا به شکل تابلتاش برای مریضا که با اون وقت و زمانش بدن. ایران میکنیم. دیگه گپش که است مراقبت های دیگه هسته که برای مثلا مریضی که محکوم به بستر میشه بسیار زیاد اساسی است که غم خوری شوه، در بستر باید به قسم قرار داشته که از زخم بستر جلوگیری کنیم. بله. از سینه بغلایی که در بستر کسایی که در بستر میشه از یا جلوگیری کنیم، او رو تغییر وضعیت بدیم، به هر 2 ساعت به یک پالو به دیگه پالو به فاصله 2 ساعت برای 5 تا 10 دقیقه باید به قسم بشانیمش که ششایش دیگه تجمع مایع و شد نباشه، رکود طبیعی نباشه. در رابطه با این بگین که دکتر صاحب اگر بعد از تداوی هم امکان از این وجود داره که خود ای آفت برگشت کنه و اختلالات را هم داشته باشه در یقینا خونریزی مغزی یا سکته های مغزی به صورت عموم خطرش بسیار زیاد تا یک ماه اول بسیار زیاد میشه. یعنی تا یک ماه بازم میتونه که پس دوباره میشه و بعد از اون میشه. از اون خاطر بهترین راهش همین است که وقتی که مریض شناخته میشه که این سکته مغزی کرده، برای زو هم رژیم غذاییش تنظیم هم از ورزش برش کنیم، فیزیوتراپی میتیمش که برش بعضی حرکات مساج میتنش ای گپاره و دوایی که لازم است که برش بدیم که مثلا کسایی که سکته های مغزی از نوع کمخونی کمرسی کرده، برای زو همیشه دوایی میدیم که خونش رقیق باشه، ایره برش میدیم و برای دیگاهش در نظر به ضرورتش با دوای دیگه هم موجود میشه. ولی قابل یادآوری است که سکته های مغزی که از اثر خونریزی باشه، خونریزی بسیار مشکل است، هم مراقبتش مشکل است، هم بدبختانه تلفاتش زیاد است. او بسیار مشکل است که این وقت اگر رساندنش بله. مغزش بتانیم خونریزیش جلوگیری کنیم و خونریزی های زوم به قسمی میشه که بعضی وقتا در خود مغز رگا پاره میشه، خونریزی داخل میشه و سبب میشه فشار بره دوجه و وقتی که فشار میره رگای دیگر مانی میشه که خون نمیرسه و همین قسم ورم پیدا میکنه داخل مغز که خود از یاد کشنده است بله. پنیدگی و دماغ پیدا میکنه. این خطرناک است. تشکر. خیلی خوب. ممنون از اینکه
دکتر صاحب در برنامه همراه بودید. یک جان ممنون. آرزوی میسته که خوارم برادرم که صدای مرا میشنوه از دکتر صاحبای داخله جدا تقاضا میکنم که وام متوجه بشن و مریض داره محترم هم که فشار ساده نگیرن، چاقید ساده نگیرن، مرض شکر ساده نگیرن، چربی خون ساده نگیرن. همین گپای ساده ای که با غذا میشه که ما جلوگیری کنیم 80% و پیشتر گفتم که 80% مریضی و سقایجی پیشگیری کنیم و چی بهتر از این که معلول باشیم، معیوب باشیم، دست ما، پای ما شل شد باشه، فلج باشه، احتیاج و محتاج شیم و از طرف دیگه تکلم کرده نتونیم، زبان ما گنگ شد، سهل کنیم. امیدوار هستم که وطندارای عزیزم با امی سعادت گرفتن این موضوعات امیر مراعات کنن، عمل کنن و از این مصیبت خدا نجات بدن. تشکر. قسمه که دکتر صاحب از گفتن ورزش یگانه راهش و یا بهترین گزینه برای رهایی از سکته های مغزی و یا استروک است. بس حتی قدم زدن ساده، نیم ساعت قدم بزنن یک و دیگه در پالش رژیم غذایی ترکاری ها که نام خدا در مزار در وطن ما حالت بخی زیاد هم شده و بهترین ترکاری ها هم بزن. سبزی ها و ترکاری ها. پس مراقب خود باشین عزیزان. خوب برنامه اکسیژن پس از وقفه کوتاه دوباره زود برمیگردیم. از اون خوب برنامه اکسیژن رسیم در بخش بعدی برنامه که بخش نکات صحی است. در بخش نکات صحی خواستیم که در رابطه با این که مریضانی که مصاب به استروک یا سکته های مغزی هستند در بخش آی سی یا در بخش مراقبت های جدی چگونه مراقبت شوند و این که کدام نکات در نظر بگیریم و با کدام راهکارها باید در رابطه با صحت و روانشان و خصوصا در رابطه با صحت جسمانی و روحی روانیشان باید متوجه باشیم که چطور بتانیم یک مریض بستر مریضی مثلا در زخم بستر نشه تا یک مراقبت کنیم تا زود صحت یاب شود. عزیزان خوب برنامه اکسیژن در بخش بعدی برنامه هستیم که بخش نکات صحی و در این بخش خواستیم که با جناب متخصص آمدیم بالای بستر مریضی که مصاب به سکته مغزی یا استروک هستند و در رابطه با مراقبت های صحیش میخواییم بپرسیم که جناب دکتر صاحب مریضی که اینجا هسته شما قسم گفتین مصاب به استروک یا سکته مغزی است و در عین حال سکته قلبی هم کرد یا امای هم داره که مایکاردیال انفکشن میگنش. خب در رابطه به این بگوین که خود مریض چگونه باید بتونیم که مراقبت شود، نه تنها از این که مراقبت صحی جسمی از نظر روحی نیز محافظت کار داره و یا ای که باید مراقبش باید بود، از نظر شما کدام نکات بیشتر مراعات شود که تا مریض بهبود پیدا کنه و کدام نکات زیادتر منفی کنیم؟ بله، بسیار زیاد خوب قسمی که یاد کردیم اوقات عاجل و فوق العاده خطرناک است سکته های مغزی و سکته های قلبی. بله. با او خاطر ایجاب میکنه که از اون لحظات اول وقتی که ما شک میکنیم به تشخیص خود باید اهتماماتش رو بگیریم. مریض چه قسم انتقال بدیم، در کجا انتقالش بدیم، چطور مراقبتش شود. اصلا این تمام مریض در تمام دنیا با متاقای مراقبت جدی قلبی و عصبی ضرورت داره که باید داده. من قسمی که می‌بینم در ایجام مانیتور است، در روز واسه است، تمام درجه فشار شد، درجه حرارت شد، درجه حرکات قلب شد، تنفس شد، همش نشان میده. و یا مریضای عاجل هستن که باید امید تحت مراقبت جدی باشن. خوشبختانه با امکانات کمی که ما داریم در ایجام این مریض از این مستفید شده و در ایجام هست پیش ما. برای زیادترین چیزی که ارزش داره جلوگیری از زخم بستر است که یا محکوم به بستر میشن، باید توشکایی باشه یا بستر باشه که بستر باشه که برقی شده که هوا داخل میشه توسط برقش میشه و دیگه توشکایی بود یک وقت که بسترهایی که توسط او در اون وقتهایی که نبود توشکایی رهبری بود او میدونه که به خاطر از اینکه زخم بستر باشه باید تغییر وضعیتش است که باید به دو ساعت به یک پلو به دو ساعت به یک پلو دیگه و چند دقیقه به 5 دقیقه 10 دقیقه بشاننش که رکودت ریوی کم شه و سینه بغل نشن. ایجه مهم گپش چیست که وقتی که ما غذای را میدیم چون مغزشان درست کار نمیکنه باید یا اگر بیدار می باشن هوشیار می باشن در اون صورت هم صدایش کنیم که برادر خوار اینه برات غذای میدم خودت بله. نیم خیز میکنیمش در حالت استراحت چیز نمیکنیمش در بله. پالوش وقتی که مقدار مایی را که میتیم برش اوج ادرارشان باید تعیین مقدار شود چقدر مایی گرفتن چقدر اطراح کردن مطابق از او برش سنجش
میشه. همین قسم برای جلوگیری از قبضیتشان، چون نصف طرف فلج میباشن، روده ها هم از کار میفتن، برای ازی ها باز قبضیت پیدا شد. قبضیت ها اگر دوام میکنه، یکی خواهد نظر ناراحتی های بدنی و شکم پیدا میکنه، دومی که سنگ های غایتی ساخته میشه و او خطرناک است. به او خاطر قبضیت دوام دار. در رابطه به این بگوین که خود سکته ها وقتی گفتن اتفاق میفته با فلج شدن طرف اتفاق میفته، فلج شدن طرف منظور از رگ های عصبی یا سیاله هایی که باید عصب در طرف است کاملا از انتقال سیگنال ها به حساب کاهش پیدا میکنه، یا اینکه نمیتونه به مغز یا بتونه که به سنترال مغز یا مغز مرکزی برسونه. هم ایسیت هم قدرت تحرکیت و حرکت بر دوش معوف میشه. بعضی وقتا ایسیتشان از بین میره، بعضی وقتا هم ایسیت از بین، هم قدرت حرکی. و فلج که میگیم همین قدرت حرکی نیست، شور داده نمیتونه، دست خود پای خود شور داده نمیتونه، قبضه نمیتونه. در اینجا مغز مسئولیت داره که سیاله ها را به اطراف محیط انتشار بده، یا اینکه برگشت سیاله ها دوباره صورت نمیگیره تا اینکه وقتی که تنبیه میشه، اگر از اطراف باشه ایره سیاله ها نقال میدن و مغز اوجت تحلیل و تجزیه میکنه، پس امر میکنه که خود جمع کو، پای حرکت بده، نکو ایگاپاره تمام. مثلا در وقت سوختگی دست ما میشه زود سیاله انتقال میده و از اونجا پس اکامی که ما دست خود دور کنیم. بله بله. به این قسم هر دوش از هر دو طرف میره، مغز میسنجه تحلیل میکنه و حکم صادر میکنه که نفر اجرا ایره. دوم چی دیگه است؟ در اینجا ما در بستر مریضا رو باید به این قسم نمانیم. مریضا رو باید فیزیوتراپیست باشه، کسی که کمک کنه برای ما که دستش پایش حرکت بده، پنجهاش حرکت بده، هیشخی و سوی شکل پیدا نکنه، شخماندگی و سوی شکل پیدا. ایره باید خبر گیری بکنه. حداقل باید هم در صورت که شخصی که در مصاب یافته در خانه می باشه باید حداقل پای وظیفه باید بله، یا به شکل فعالش یا به شکل منفعلش که نفر دستش انگشتش قاط میکنه، پس این قسمی انگشتها رو بند قاط میکنه، واز میکنه، قاط میکنه، واز میکنه، بند حرکت میکنه، جره حرکت میکنه، حرکت میکنه، شانه رو حرکت میکنه، بند تا سوی شکل پیدا نکنه و شخی های عضلی پیدا نکنه و دیگه عضلات خود خرد نکنه، شخی پیدا نکنه. همین قسم پایش هم میتونه میکنیم حرکت میدیمش. در پلوی ازی گپا چی دیگه بسیار زیاد مهم است برای ازی مریضا از نظر روانی باید ما را تقویت روانی بکنیم، مثلا دلجویی بکنیم ازش. یه وقتی که گپ زدن نمیتونه، یک کسی که عمرش با گپ زدن بود و کار بود و دیگه، این میبینه که آرزوهای دل خود، خواستهای دل خود برای دیگه گفته نمیتونه و نمیفهمنش، برایش ناامیدی پیدا میشه. ما باید اینو به قسمش بدیم که دلداری بدیمش، گپاش بشنیم، عجله نکن گپاش، که گریه میکنن با نمیشون که دل خالی کنه. این ما نشیم که تو مردسی شرم است گریه نکو، نه برایش بسیار براتی میگه دل خالی کو برادرم، هر چی که دیم شکر خوب میشیم، بسیار مردم ما خوب شده، امیدوار هستیم که خودت هم خوب شوی بخیر. این امیدواری ها و اینجوری که تا حد میگه، گرچه میفهمیم که بدبختانه ما پیشتر یاد کردیم که 15 میلیون نفر، 16 میلیون نفر که 6 میلیونش در سال میره. بله. در دقایق اول میره. در رابطه با دکتر صاحب بگوین که در اتاق ریکاوری یا به حساب در اتاقایی که باید جدی تر مراقبت تحت مراقبت باشن، برای بهتر شدن وضع مریض چی مدت زمان نیاز است و اینکه آیا امکان از این وجود داره که با مراقبت شدید خوبتر زودتر صحتیاب شوه؟ بس این آفت سکته های مغزی مربوط به این میشه که کدام قسمت مغز معوف شده. بله. آفت زده و کدام به کدام اندازه. اگر کوچک باشه ساحه و تخریبش کمتر باشه زود خوب میشن و زود به پای استاد میشن، زود حرکت میکنن. زود گبه. اگر خدا نخواسته وسیع میباشه و در نقاط حیاتی مغز دروجه میباشه، باز در خونریزی ها دیگه دیر دوام میکنه و حوصله میخواه. تو ما معمولا مریضای خود در روز نگاه میکنیم در شفاخانه. بله. که مو حالت عمومیش بی بود بیده باز رخصتش میکنیم تا اینکه شما دلتون جمع شه، یا اینکه راحت که فشارش کنترل شه، شکرش کنترل شه، چربی خونش کنترل شه، حرکات قلبیش منظم شه، تنفسش خوب شه. اگر بی حالات به صورت بی بود دیدیم، خوشبختانه بعضی نفرها رو ما در 4 روز 5 روز رخصت میدیم. ممنون، تشکر. از اون خوب برنامه اکسیژن قسمی که دکتر صاحبم گفتن در بحث هاشون که خود ورزش یگانه راه و یا پیشگیری میتونه بهترین گزینه به خاطر وقایع تمام امراض به خصوص سکته های مغزی بوده، میتونه نیم ساعت قدم زدن، حتی با تند قدم زدن یا تند رفتن آیسته آیسته فقط نیم ساعت قدم بزنه میتونه. بله. که باعث ازی شوه شما از این آفتا و وقایعشن یا جلوگیریشن. پس چی خوب است متوجه خود و متوجه صحت خود و متوجه اطرافیانتان باشین تا از این آفتا به دور بمانید. We'll be right back.
از آن خوب برنامه اکسیژن متوجه خود و متوجه صحت خود باشین، چون صحت ثروت است. تا برنامه آینده که بازم من دکتر خالد فروغی با یکی دیگر از برنامه های اکسیژن در خدمت شما قرار میگیریم. شما را برای پاک و بی‌نیاز میسپارم. شاد و موفق و کامگار باشید. خدا نگهدار.